عزیز من این هفته که تموم شد من راجع به دین شما هم صحبت میکنم. آقای مسئله دین من میخوایی صحبت بکنی بکن. بله من برای شما دعا میکنم، برای اشخاص مثل شما دعا میکنم که خدا به من را هدایتشون بکنه. درست. ولی اگر از الان کشور ما رو دین اسلام خراب کرده، بله به دینهای دیگه میتازن. درست نه شما چرا اول خرابکاری های خودتون رو درست بکنن؟ بله بله. آره اینا این مسیحی چیز داشت جنگهای کلیدی داشت، ولی عیسی مسیح هیچ وقت نگفت به ایش آدم بکشید. شما بود یه همواده و فلان رو بله شما من بخشیدمه. بله من بخشیدمه. بله بله میدونم این مرد رو بخشیدم خانم. خاطر که من یه مسیحی هستم، عیسی مسیح این روش رو به من خانم عزیز شما اگه مسیح هستی یه لحظه من اجازه بدین یه لحظه. اولا شما قبل از اینکه برای من دعا کنیم من خواهش از شما میکنم اول از همه برای خودتون دعا کنیم، بعد برای بچه هایی که از گشنگی و ظلم و بدبختی. اگه دعای شما کار میکرد که فقط برای خودم تنها دعا نمیکنم، برای همه دعا. دعا همیشه اول برای مردمه، برای من، برای من، نه تنها مردم ایران که الان قد بدبختن، برای اون آفریقاییان دعا میکنم، برای همه دعا میکنم. ولی این درست نیست. اگر من کشور منو یه قاتل و یک قاتل تسخیر کردن، من بیام ادیان دیگر رو قاتل کنم. بابا جون ما زخمی، شما ها زخمی هستین از دین اسلام، چرا دینای دیگر رو قاتل میکنید؟ یکی میگه آخوند رو بکشید، یکی میگه نمیدونم کشیشا رو بکشید. این مزخرف به قول شما این مزخرف هاست، این مزخرف هاستیه. من به عنوان یه مسیحی اون آقا رو بخشیدم و براش دعا میکنم که خداوند راه را هدایتش بکنه. خانم من هیچ وقت حاضر نیستم، نه قبول دارم، نه درستگی خب. تحمل دارم آقای امیدوار. بله میدونم، نه دوست دارم کسی بد باشه، نه بله. ولی من تا این تاریخ همیشه برنامه های شما رو گوش میدم، دیدم به همه ادیان بد میگید، پشت خطم با تو صحبت کردم، ولی دیگه اینا دیگه تو ماست. بله حالا خانم عزیز دهنش میزن. من یه سوال، بله میدونم، محمد شما دستور میده که بکشید، علی شما گفته بکشید، من را به خدا عیسی مسیح جار نگفته بکشید. بله خانم عزیز یه لحظه اجازه میدین به من؟ خانم یه لحظه اجازه میدین به من؟ خانم عزیز یه لحظه اجازه بدین. خانم شما چقدر پرشور و هیجان هستین؟ یه لحظه من اجازه میدین خانم عزیز؟ بفرمایید. اولا شما دو تا کلمه گفتین اونجا که برای من خیلی جالبه، گفتین کشورتونو که این مسلمونو از دست من کشورم. بله قبول دارم. بله اول شما یه کشورمون، برای اینکه اونایی هم که اونجا دارن میمیرن، اونایی که اونجا دارن از گرسنگی تلف میشن، اونایی که بدبختی میکشن، اونا هموطن. قبول دارم خانم. حالا من اجازه بدیم که اون مسلمونه، فکر میکنم اون یک بشره، اون یک انسانه. خانم عزیز قبول دارم شنیدم. یه لحظه چقدر شما جالب توضیح میدین آقا، مثلا یه لحظه من اجازه بدین. شما فکر میکنین مملکت ما به این بدبختی افتاده برای اینی که یک دینی که به ایران هیچ ربطی نداره اومده مردم ما رو گرفته و داره بدبخت میکنه؟ قبول دارین اینو؟ خانم عزیز دینی که شما دارین مسیحیت هیچ ربطی به ایران نداره، شما هم این همونها گیر هستین و شما همون سرطان دارین، مدلت فرق داره. اونا سرطان اسلام گرفتن، سرطان مسیحیت ربطی به ایران نداره، مسیحیت کثافتی عین دین اسلام. خانم پس شما همون ناراحتی دارین که باید مسلمونا داشته باشن، شما هم در ناراحتی گیر کردین، شما هم سرطان دارین، مدلتون فرق داره، یکی سرطان این وره میگیره، یکی سرطان اون وره میگیره، شما یه سرطان گرفتی. اولا اگر دعای شما کار میکنه این دعا رو برای خودت بکنه عزیز من، من احتیاج به دعا ندارم. هر کسی که میخواد بشینه برای خودش و خاله و خانباجیش دعا کنه، اگه دعای تو کار میکنه توفت روی اون مسیح تو، محمد تو، کلیمی تو،
نمیدونم جهودتو باهایید بکنن و از اون اگه تو این دعا رو برای اون بچه بدبختی که داره کشته میشه نکنی، که اومدی این دعا رو برای من میکنی که اینجا نشستم، من کیم که احتیاج به دعا دارم؟ تو این دعا رو برای یکی دیگه میکنی، وقت عیسی تو مسیح تو گرفتی برای چی؟ عزیز من این دعا رو برو واسه خودت بکن که مریضی، آدم مریض دعا میکنه. بفهمید رو خط است نیازم بفهم. درود بر شما. درود بر شما آقای امیدوار. میخواستم یه قطعه براتون اگه اجازه بفرمین بخونم. خواهش کنم. بفهم در اختیارتون هستیم. سریع بفهم. بله صدای تلویزیون کم بر. خیلی ماشه. نگاهش فریادی شد در باد که گوش جهان را لرزاند، نگاهی همراه با هزاران چرا، چراهایی از جنس پاکی و صداقت. او در نهایت بی صدایی ندا در داد، ندایی که همگان شنیدند، ندایی که همراه با خون گرمش از گلو می جوشید که می گفت: آیا به راستی من خس و خاشاکم که این چنین بر چهره جهان نشستم؟ و یا صدای شکستن شما دشخیمان است که گوش فلک کر کرده؟ با خون من و سهراب و ترانه و اشکان و دیگر بیگناهان بیگمان شما را نصیبی نیست، اما نهال آزادی با سماجت هرچه تمامتر از زیر عبای خونالود شما می روید، سبز می شود و شاخ و برگ می آورد. ندای آزادی به زودی بانگ اذان شما را بیرنگ می کند و عطر نفسهای آزادی خواهی نکبت و تعفن نام و اندیشه محجر شما دیو سیرتان را از صفحه روزگار می زداید. زمستان سرد و تیره ایران دیر یا زود می رود و روسیاهی بر چهره سیاه و نفرتبار شما می ماند. بدا به حالتان که جهان به این فراخی کمترین جایی برای شما ندارد و هیچ خاکی پذیرای وجود نحس و منفور شما نیست به جز همان بهشت خیالی که میزبان شماست. با درود فراوان. خیلی متشکرم عزیزم. درود بر شما عزیزم. درود بر شما. بفرمایید عزیزم. درود بر شما جناب امیدوار. درود بر شما تاج. خوب هستین شما؟ درود کنم با صدای من داری؟ بله بله صدای شما رو داریم عزیزم. من روی سخنم با اون هم میهن بسیار گرام مسیحی هست که سرکار خانم دین مسیحیت در ایران در اقلیت بوده که مسلماً هیچ کاری رو نکردند و هیچ ظلمی هم نکردند. شما مگر تاریخ رو نخوندید خانم محترم که مسیحیت در جنگ های صلیبی بزرگترین کشتار کرده؟ کی کشتار کرده؟ بله. مسیحی های معمولی که نبودن، کسانی بودن که خیلی دیندارتر از شما بودن و خیلی هم به دین والتر بارتر بودن. آقای توکلی این بر گالیله رو شما نمیدونید به خاطر اینکه گفته بود کره زمین گرده و دوربین ایجاد کرده بود وادارش کردن توبه کرد و به مرگ محکومش کردن. آقای توکلی این برنامه کاملی است که هفته آینده اینکوزیشن رو من دارم کاملا با تاریخش توضیح میدم. من نمیدونستم اول از اون شروع کنم، من اینکه میدونستم بعضی از این هموطنان مسیحی ما ناراحت میشن، فهم میکنم من خصومت شخصی با اینها دارم، اول از اسلام شروع کردم بعد از مسیحیت، بعد میریم به کلیمی، بعد میریم به باهایی و بودایی. البته باهایی زیاد نداریم، دو سه تا بودن، همین 150 سال اومده گفته من امام 12 هستم، ولی اینو کاملا نشون میدم که اینها یه ذره روشن بشن راجع به این موضوع. بله اینا اشتباه فکر میکنن چون مسیحیت در ایران کسی رو نکشته فکر میکنن مسیحیت دینی. بابا تمام ادیان آدم کشن. تمام ادیان رو اگه از اولی که شروع شده جناب امیدوار که حضرت موسی بوده جانشینش یوشوع بن نون، هر دهی رو که میرسیده حتی سگ و گربه و بچهش رو میکشته. آقا اینا نمیدونم، برید تورات رو بخونید، عهد عتیق عهد جدید رو بخونید. بله براشون میخونیم. آدم من فهم کنم. خیلی متشکرم لطفه. درود.